بریم سر حل سوال ها. بچه توی بعضی از کلاس ها یه دور که ضبط کردن دوباره واسه ضبط میکنه. تو بعضی از کلاس ها تا 17 کرده بودیم، تو بعضی از کلاس ها تا 15، ولی که ما مجددن تو همه کلاس ها از 15 دوباره شروع کردیم به حل کردن. بچه فقط یه خورده ترتیب سوال ها با ترتیبی که شما نوشتیم بعضی هاش فرق داره. اینه که اگر که سوالتون فرق داشت شما اینا رو هم بنویسید، هم که سوالایی که ظاهرا توی تکمیلی بعضیش هست، همین که به دردتون میخوره. خب عرض به خدمتتون که سوال 16 میگه از دو روش بررسی کنید کدام یک از کسرهای 6 هفتم و 10 یازدهم بزرگتر است. بچه ما 4 تا روش برای مقایسه دو تا کسر داریم، یکی صورت مشترک، یکی مخرج مشترک، یکی دیگه عرض به خدمتتون که تبدیل به اعشاری، و یکی هم استفاده از خاصیت تناسب که همون طرفین وسطه اینه. خب ما اینجا اول میایم از صورت مشترک استفاده میکنیم، ببخشید مخرج مشترک، این 10 یازدهم و 6 هفتم. مخرج مشترک میگیریم بین اینا 77، این میشه 70، این هم 77 میشه 66. خب عرض به خدمتتون که خب مشخصه که این بزرگتره، پس در نتیجه 10 یازدهم بزرگتر میشه از 6 هفتم. اما میاییم از یه راه دیگه مقایسهشون میکنیم، یعنی اینکه 10 یازدهم و 6 هفتم گفتم از خاصیت تناسب استفاده میکنیم، یعنی میگیم 10 ضرب در 7 و 11 ضرب در 6، خب میشه 70، این میشه 66، بازم معلومه که این بزرگتره، یعنی در نتیجه 10 یازدهم بزرگتر از 6 هفتم. خب اگر سوالی هست بفرمایید. آقای چه خواستید؟ اگه بچه ها سوال کردن یا نوشتن به من بگو که بگم. خب سوال 17 ظاهرا توی سوالای شما نیست اونجوری که بچه ها میگفتن، ولی سوال خوبیه، تو امتحانا سوال میاد، سعی کنین که حالا خوب گوش کنین یاد بگیرین. عرض به خدمتتون 2x به اضافه 3y روی 5x به اضافه y مساوی با 12 1. میایم طرفین وسطین میکنیم، اینجا میشه 60x به اضافه 12y مساوی با 2x به اضافه 3y. حالا 2x رو میاریم این طرف، 60x منهای 2x میشود 3y منهای 12y، این میشه 58x مساوی منهای 9y. حالا ما از این میخواییم xy هم بسازیم. یه نکته ای رو لطفا توجه کنن همه، ببینیم بچه اگر داشته باشیم xy هم مثلا شده این، اینو بیاییم طرف این وسط این کنیم چجوری میشه؟ این x ضرب در این میشه، درسته بچه ها؟ یعنی ضریب x میاد تو مخرج، ضریب x اینجا چنده؟ 58. ضریب y میره تو صورت، یعنی میشه منهای 9 58. خب عرض به حضورتون این از این سوال، گفتم از این نو سوال حتما بسطون میاد. جان الان اگر این طرف رو سین کنی این که خب دیگه اینکه فهمیدن نداره، 12 ضرب در این مخرج شد، 1 ضرب در اون صورت، 12 ضرب در 5 میشه 60، ضرب در y میشه 12y، اون 2x به اضافه 3y هم ضرب در 1 شد. خب حالا بعدا ما فیلم میشه نگاه کنیم، میخواییم سب کنیم بنویسین، اون وقت وقتمون گرفته میشه. این سوال 18 هم سوال قشنگیه، ظاهرا توی تکمیلی شماست، گفتن 8 تکمیلیه فکر میکنم، ولی که اینجا اومده سوال قشنگ و مهمیه.
عرض به حضورتون که اینجا همینجور که میبینین همه این کسرا به ترتیب دارن میرن جلو، دارن کوچیک میشن و همشون کوچیکتر از یک بیستم هستن، همشون از یک بیستم کوچکترن. یعنی میتونیم بگیم یک بیست و یکم کوچکتر است از یک بیستم، یک بیست و دوم کوچکتر است از یک بیستم، یک بیست و سوم کوچکتر است از یک بیستم. همینجوری میایم جلو تا یک چهارم کوچکتر است از یک بیستم. میایم اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم دو طرفشون رو، سمت راست سمت چپ جمعش میشه یک بیست و یکم به اضافه یک بیست و دوم به اضافه، همینجوری میره تا یک چهلم کوچکتر میشه از بیست تا یک بیستم، چون تعدادشون بیست است بعد کدوم یک بیستم. حالا بیست تا یک بیستم میشه چند؟ میشه یک. پس یک بیست و یکم به اضافه یک بیست و دوم به اضافه یک بیست و سوم به اضافه، همینجوری تا یک چهلم میشه کوچکتر از یک. یعنی اونی که میخواستی ثابت شد به همه سادگی و قشنگی. چا؟ بفهمین جناب آقای محققی. سلام، ببخشی میشه یک بار دیگه سادگی بدید؟ من متوجه نشدم. چشم در ببین. گفتیم که همه اینا یک بیست و یکم، یک بیست و دوم، یک بیست و سوم، همشون از یک بیستم کوچکترن. اینو که متوجه میشی؟ ما اومدیم از یک بیست و یکم تا یک چهارم هی نوشتیم از یک بیستم کوچکترن. بعد دو طرف اینا رو با هم دیگه جمع کردیم. سمت چپ یا سمت چپ نوشتیم یک بیست و یکم، یک بیست و دوم تا یک چهارم کوچکتر میشه با. اون وقت اینجا 20 تا یک بیستم داریم، چون 20 تا هستن 20 تا یک بیستم میشه یک، یعنی همونی که میخواستیم ثابت شد. نه سال 19 میگه نماد اعشاری اینا رو بنویسید و نوع نماد اعشاریشون رو تعیین کنید. خب بچه اول من اینا رو بنویسم بعد اون وقت راجبش صحبت میکنم. 15 هشتم 27 21م عرض به خدمتتون 73 12م و 14. یه راه شناسایی مثلا گفته بودیم، یادتونه گفتیم اگر مخرج کسر ساده شده رو تجزیه کنیم. پس یعنی ما میتونیم اینا رو اول ساده کنیم بعد تجزیه کنیم. خب اینکه ساده دیگه نمیشه، تجزیهش بکنیم میشه 2 به توان 3. گفته بودیم اگر مخرج کسر ساده شده فقط 2 یا 5 داشته باشه اون وقت میشه تحقیقی یا مختوم، تحقیقی یا مختوم. خب این یکی، حالا تبدیلش هم میکنیم، اول سادهش میکنیم میشه 9/7. خب گفته بودیم اگر که 2 یا 5 نداشته باشه میشه متناوب ساده. متناوب ساده یعنی بعد از ممیز یه چند رقمی شروع میکنم تکرار شدن، حالا یه رقم یا چند رقم شروع به تکرار میکنم. 73/12 ساده که نمیشه، ولی اگه تجزیهش بکنیم میشه 2 به توان 2 ضرب در 3. خب یعنی این که مخرجش هم 2 داره هم یه چیز دیگه. اگر 2 یا 5 یا یه عدد دیگه داشته باشه میشه متناوب مرکب. این میشه متناوب مرکب. و اما گفته بودیم هر عدد صحیحی رو، هر عدد صحیح رو میتونیم به این صورت بنویسیم با عدد کوچکترش و دوره گردش 9. حالا چراش هم الان من پایین ثابت میکنم که ببینیم به چه دلیل. مثلا 7 رو میتونیم بگیم 6.9 دوره گردش، 40 رو میتونیم بگیم 39.9 دوره گردش، نمیدونم 100 رو میتونیم بگیم 99.9 دوره گردش.
درست شد آقایون؟ گفتم حالا اثبات اینو اینجا می نویسم ببین. اما حالا میایم اینا رو تبدیل می کنیم به اعشاری. چجوری به اعشاری تبدیل می کنیم؟ میایم صورتشون رو به مخرجشون تقسیم می کنیم. البته با اون اطلاعاتی که داریم میتونیم بفهمیم کارمون درست یا نه. این الان می شود 1 ممیز 875 شد مختوم، یعنی اگه تقسیم کنیم باقی ماندهش به صفر میرسه، خاتمه پیدا میکنیم. 9/7 تقسیم که میکنیم میشه 1 ممیز 285. 400 اونم چند شد؟ تقسیم کرده کسی؟ 9/7 کسی داره مقدارشو؟ من پر کمالیم. اصلا من پور کمالی هم بگم بفرمی 27 21 یا همون 9/7 میشه 1 و 28 و 57 و 1، یعنی 57 و 14. 57 و 14 6 رقم دوره گردشش میشه. این میشه متناوب ساده، ولی 6 رقم هی تکرار میشه. بعدیش اگر تقسیم بکنیم میشه 6 ممیز 0 83. فقط 3ش تکرار میشه، میشه متناوب مرکب. اما گفتم که اینو من توضیح بدم، اینم که شد متناوب ساده مدلش. متناوب ساده، حالا ببینید اگر اینو به ما بدن بگن آقا این مساوی چی میشه؟ x مساوی 13 ممیز 9، یه رقم گردش داریم ضرب در 10 میکنیم میشه 139 ممیز 9. اینا رو از هم کم میکنیم میشه 9x میشه 126. x میشه 126، 9 میشه 14. پس 13 ممیز 9 دوره گردش ثابت شد که مساوی چند شد آقایون؟ مساوی با 14 شد. اینم اثباتش. خب سال بعد یه سال خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، امتحان استفاده میشه ازش. یه شهر یه چیزی به ما یاد داده اینجا، نگاه کنی چی یاد داده به ما. اینجا گفته اگر دو تا عدد در هم ضرب بشن اختلاف مخرج ها تو صورت باشه. مثلا اینجا داشته باشیم 5 ضرب در 11، اینجا داشته باشیم 6، اون وقت میتونیم بگیم 1/5 منهای 1/11. اگر داشته باشیم 7 ضرب در 12، اینجا داشته باشیم 5، میتونیم بگیم 1/7 منهای 1/12. درست شده آقایون؟ پس اگر عددی که توی صورت و اندازه اختلاف مخرج ها باشه، مثلا اینجا داشته باشیم 11، اینجا داشته باشیم 13 ضرب در 24، این میتونیم بگیم 1/13 منهای 1/24. فهمیدن آقایون؟ و اگر یه همچین چیزی داشته باشیم خیلی به دردمون میخوره. الان اینجا نگاه کنی همه کسرهایی که ما داده اختلافشون 1ه، تو صورت هم نوشته 1، پس ما میتونیم بنویسیم 1/1 منهای 1/2 به اضافه 1/2 منهای 1/3 به اضافه 1/3 منهای 1/4. همینجوری میریم جلو تا 1/10 منهای 1/11. خب حالا که اینجوری شد میبینیم که اینا با هم دیگه میرن، این با این میره، 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 میشه 1/1 منهای 1/11 میشه 10/11. متوجه شدن آقایون؟ اما حالا تا ما بریم یاد بگیریم حالا سختش کرده. الان فاصله مخرجا 2ه، توی صورت داده 1، پس ما میایم یه 2 در همه صورت ضرب بکنیم و برای اینکه اشکالی پیش نیاد یه دونه 1/2 هم ضرب بکنیم، یعنی 2/2 در حقیقت. پس می‌نویسیم اینجا 1/2 در اینجا میشه 2 2 ضرب در 3، 1 ضرب در 3. به اضافه 2 رو 3 ضرب در 5، به اضافه 2 رو 5 ضرب در 7، همینجوری میره تا 2 روی 21 ضرب در 23.
خب حالا طبق اون قانونی که اونجا یاد گرفتیم میتونیم اینا رو تفکیکشون کنیم، این کسرا رو. خب عرض به حضور شما میتونیم بگیم این یک دومه که هست اینا رو تفکیک کنیم، میشه یک یکم منهای یک سوم به اضافه یک سوم منهای یک پنجم به اضافه یک پنجم تا رفته تا آخر تا یک بیست و یکم منهای یک بیست و سوم. خب حالا میبینیم که اینجا یک سوم با این یک سوم، این با این، این با این میمونه یک یکم منهای یک بیست و سوم، یعنی یک دوم در یک یکم منهای یک بیست و سوم که میشود بیست و دو یازده، این میشه چقدر میشه؟ بیست و سه میشود بیست و دو بیست و سوم میشه یازده بیست و سوم، یازده بیست و سوم. بعدیش باز عین بالاییه بچه ها، فاصله مخرج ها سه، اونجا صورت ها یکه، پس میایم در سه سوم ضرب میکنیم، یعنی ضرب در یک سوم میکنیم اینجا رو، اون وقت صورت میشه سه، اینجا میشه سه ضرب در شیش، اینجا سه رو شیش ضرب در نو، اینجا سه رو نه ضرب در دوازده میاد اینجا سه رو سی ضرب در سی و سه. پس می نویسیم یک سوم، حالا تفکیکش می کنیم، یک سوم منهای یک شیشم به اضافه یک شیشم منهای یک نهم تا می رسیم به یک سیوم منهای یک سی و سوم، می شود یک سوم در یک سوم منهای یک سی و سوم میشه ده نود و نهم، ده نود و نهم. متوجه شدن آقایون؟ جانم آقا بفرمی تو قسمت ده ما چرا نمیتونستیم همون اول از همه یکی کنیم؟ چون شرط این که ما بتونیم این کارو بکنیم اینه که عدد صورت به اندازه اختلاف عددهای مخرج باشه، یعنی دو منهای یکی بعد یا سه منهای دو، پس صورت باید دو باشه، دو بشه. بله بله بله. سوال 21 میگه کدام عدد گنگه کدومش گویا؟ خب این که خیلی ساده است، این پایینی که فعلا گویاه چون متنابه میدونیم گویاه، اما اون یکی رو یک ممیز هفت رو باید بیایم تبدیلش کنیم به عرض به خدمتتون که کسری متعارفی تا ببینیم که چی میشه. یک ممیز هفت دوره گردش این x ضرب در 10 میکنیم میشه 10x مساوی 17 ممیز 7، اینا رو از هم کم میکنیم میشه 9x مساوی 16، x میشه 16 نهم، این مساوی میشه با رادیکال 16 نهم روی 3، یعنی میشه 4 سوم، اینجا 3 یکم، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه 4 نهم، 4 نهم عضو اعداد چی میشه بچه؟ عضو اعداد گویا میشه. خب عرض به خدمتتون که اینو میخوام ببرم اون بر که با این بلد نیستم چجوریه، بس مجبورم پاکش کنم. خب اما پس این شد عضو اعداد گویا. بعدیش هم باز همینطوره، ببینید دو تا عدد گویا داده با هم جمع شدن، ما میدونیم کسرهای متناوب همه گویا هم. یعنی دو ممیز سی و چهار دوره گردش این گویاه، یک ممیز بیست و پنج دوره گردش هم باز گویاه، در نتیجه جمع دو تا عدد گویا
همواره گویا میشه. جمع دو تا عدد گویا همواره گویا میشه. اما اینو همین الان یاد گرفتیم تو اون تمرین قبلی، یک ممیز نه دوره گردش یعنی چی؟ یک ممیز نه دوره گردش یعنی چی بچه؟ یعنی دو. اینایی که اینجا نشستن که هیچ کدوم نشون نید. دو ممیز نه دوره گردش هم میشود سه به اضافه یک، حالا میشه رادیکال دو روی رادیکال چهار که میشه رادیکال دو روی دو. این باز عدد گویا نیست چون صورتش شد رادیکال دو، پس این میشه عضو عدد گنگ. این هم از این سوال. خب اینجا گفته پنج تا عدد گنگ و پنج تا عدد گویا بین رادیکال 17 و رادیکال 82 بنویسید. خب اینجا رادیکال 17، اینم رادیکال 82. اول مقدار تقریبی اینا رو البته میشه بین رادیکال 17 و رادیکال 82 بگیم، رادیکال 25 رادیکال 36 همجوری بنویسیم هستن چون جذر دارن، ولی به خاطر اینکه بهتر بفهمیم میتونیم مقدار تقریبی اینم به دست بیاریم. این میشه 4 ممیز 1. این رادیکال 82 هم تقریبا میشه 9 ممیز 1. حالا بین 4 ممیز 1 و 9 ممیز 1 میتونیم بنویسیم مثلا 5 6 7 8 و 9، اینا میشن اعداد گویا. اما حالا بین همینا عدد گنگ میخواد، رادیکال 17 و رادیکال 82. این دیگه خیلی آسونه، یعنی میایم فقط می نویسیم مثلا رادیکال 20، رادیکال 30، رادیکال 40، رادیکال 50، رادیکال 60. البته می تونستیم بنویسیم رادیکال 18، رادیکال 19، رادیکال 20، رادیکال 17 ممیز 1، 17 ممیز 2. بله بی شمار وجود داره، اینا هم میشن اعداد گنگ. خب عرض به حضورتون که سوال 23 گفته اینا محور نشون بدین. این حالا یه خورده نسبت به بقیه پرکارتره. رادیکال 17 عرض به خدمتتون، این مال سرعت نته که اینجوری میره و میاد بچه ها، ما دستگاریش نمی کنیم. اینم دوی منهای رادیکال 3، یک منهای دو رادیکال 5 و یک به اضافه دو رادیکال 5. بعضی از آقایون مثلا 5 تایش رو یه منبر کشیده بودن، اونا چجوریش هم معلوم نبودم جوری عددهی گذاشته بودم که به درد نمیخورد. بچه تکلیفاتون خیلی مشکل داره ها، من دیگه حالا ریزاش و سیخانی نمی‌نویسم، میبینم حالا اون دونه دونه بخواد که با اولیا تماس بگیره اونا آخر سرم به جایی نمی‌رسه، من خودم عمل میکنم، یعنی که برای اون کسایی که تکلیفشون مشکل داره نمرهشون کم میشه قطعا. اینجا صفر، یک، دو، سه، این چهار، ببخشید این مدرج کردنش خود وقت میگیره.
شما واکسن زدین بچه ها؟ بله من دوز 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 من چه واکسنی زدی؟ سینوفارم. شما چی زدی؟ من سینوفارم. من فقط واکسن آنفولانزا زدم. چرا؟ دیگه بابام گفتش که واکسن آنفولانزا تاثیر میذاره. حالا بذارید یکم واکسن آمریکایی چیزی بیاد ایران بزنه. بابا خودش ممکن از اون واکسن هایی که مصرف کنه اصلا مصرف کنه. برای اون زده خودش نه نه که خودش بزنه، اونایی که مصرف میکنه واسه کارش میام شاید اصلا مصرف کنه. من هر این روز دوز دوبا هم زده. خیلی هم مالی عوارض که نداشت؟ بابا اون هم میکنه. خب عرض به حضورتون که رادیکال 17 بچه رادیکال 17 وتر مثلث قائم الزاویه ای که وتر مثلث قائم الزاویه ای که یه ضلعش 4 یه ضلعش 1 یه ضلعش 4 یه ضلعش 1 از صفر شروع می‌کنید 4 تا میریم به طرف مثبت. حالا 1 2 3 اون 4 اون یکیه خیلی بود بریم 1 2 3 4 یه دونه میریم بالا این میشه رادیکال 17. حالا سوزن پرگار رو میذاریم به صفر یه کمان میزنیم این نقطه میشه رادیکال 17. بعدیش میگه رادیکال 3 به اضافه 2 این نقطه 2. حالا رادیکال 3 بچه کشیدن رادیکال 3 از بقیه رادیکال های ذره پردرد و سرتره، چون که ما باید اول رادیکال 2 رو بکشیم بعدا رادیکال 3. یعنی رادیکال 2 هم وقتی میخواییم بکشیم یک واحد میاییم به راست یه دونه میریم بالا این میشه رادیکال 2. بعد یه عمود یه سانتیمتری باز اینجا رسم میکنیم وصف میکنیم به اینجا این میشه رادیکال 3. سوزن پرگار رو میذاریم روی این نقطه 2 یک کمان میذاریم. بچه یادتون باشه که رادیکال 3 1.7 میشه، پس باید تقریبا اینجاها بیاد. ببینید اینجا این میشه نقطه 2 به اضافه رادیکال 3 2 به اضافه رادیکال 3 دوی منهای رادیکال 3. یعنی از همین 2 میایم این کارا رو در جهت منفی انجام میدیم، در جهت منفی میایم همین کارا رو انجام میدیم. اصلا با اره با همین رنگی میشیم این چی میشه. خب یعنی یک واحد میایم به این و این میشه رادیکال 2 یه عمود یه سانتیمتری وصف میکنیم به اینجا میشه رادیکال 3. حالا سوزن پرگار رو 2 میذاریم یه کمان میزنیم این کمانه میاد اینجا این نقطه میشه 2 منهای رادیکال 3. بعدیش 1 منهای 2 رادیکال 5. بچه 2 رادیکال 5 میدونی یعنی چی؟ اگر 2 رو ببریم تو رادیکال یعنی به توان 2 میرسونیم در 5 ضرب میکنیم میشه رادیکال 20. پس 1 منهای رادیکال 20 یعنی از 1 شروع میکنیم رادیکال 20 تا میاییم به طرف رادیکال 20 تا میاییم به طرف منفی. خب پس 1 منهای رادیکال 20. رادیکال 20 اون وقت یعنی وتر مثلث قائم الزاویه ای که یه ضلعش 4 باشه یه ضلعش 2 یه ضلعش 4 باشه یه ضلعش 2 مثلا فرض کنیم این 2 این میشه رادیکال 20. سوزن پرگار رو میذاریم روی 1 به این اندازه کمان میزنیم این میشود 1 منهای 2 رادیکال 5. حالا برعکس رو داریم 1 به اضافه 2 رادیکال 5 یعنی از 1 حالا باز همین کار رو میکنیم در جهت مثبت 4 تا بریم جلو 2 تا میاییم بالا این میشه رادیکال 20 یا 2 رادیکال 5. سوزن پرگار رو 1 میذاریم 1 کمان میزنیم اینجا میشود 1 به اضافه 2 رادیکال 5. فهمیدن آقایون؟ بچه ها بعضی ها روی یه محور کشیده بودن قابل قبول نبود. جانم من اون
دو رادیکال 5 که رادیکال 20ه، میفهمی اینو؟ بله. حالا از یک اومدی به رادیکال 20 به طرف منفی، یعنی 4 واحد اومدی، 2 واحد رفتیم بالا، یعنی مثلث قائم الزاویه ساختیم به ضلع 2 و 4 و ترش میشه رادیکال 20. بله متوجه. مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید آقای عمرانی. سلام استاد، خسته نباشید. من برای این دو تای آخرین اومدم رادیکال 5 رو کشیدم، بعدش دو تا رادیکال 5 رفتم جلو عقب. یک رادیکال 20 ننوشتم. دو بار کمان زدی، نمیشه همچین کاری بکنی. گفتم نمیشه، درست نیست، درست نیست. بله صداتون رو دارم، نمیشه همچین کاری کرد. صدای من اومد؟ شنید یا رو بگیم؟ نه کلاس های دیگه هم شدن البست خب عرض به حضورتون اینجا گفته که بین آقا ببر میکروفون رادیکال 15 بین کدام دو عدد صحیح متوالی اینجا اینجاش غلط میگیره؟ ما رادیکال 15 رو اول حساب میکنیم، رادیکال 15 میشود 3 ممیز 872 تا 3 رقم اعشارش، این اون وقت مساوی میشه، باید چون میخواییم مخرج این بشه 100، پس ممیز رو دو رقم میاریم جلو اینجوری مینویسیمش، یه خیلی آسون شد، پس میشه 387 ممیز 200 بین دو تا عدد متوالی. صورت ها میخواییم دو تا عدد متوالی بشه، چند و چند میتونیم بنویسیم بچه؟ بنویسیم 387 و 388، 387 و 388 چیه توکلی؟ من بیام پیدا کنم؟ 21 تمرین میگم. خب اما رادیکال 2، رادیکال 2 اگر بیاییم ما تا 3 رقم اعشار تقریبی به دستش بیاریم میشه 1 ممیز 414 میشه 141 ممیز 4 صدم، 141 ممیز 4 صدم. حالا میخواییم ببینیم بین کدام دو تا عدد متوالیه، این دیگه خیلی ساده است. میشود 141 و 142. عدد پی میشه 3 و ممیز 14 15 را آخر تا چند میلیون رفتن جلو، ما همین تا اینجا شو میخواییم. اگر بخوام اینو مخرج یک بنویسیم میشه 314 ممیز 100، پس این میشه 314 ممیز 100، اینجا 100، اینجا هم 100. حالا دو تا عدد متوالیش میشود چی بچه ها؟ میشه 314 و 315. اینم از این سوال جان. دارن نفهمیدن چت باز نشه میشه یا نمیشه؟ چی نمیشه؟ من اینکه پرسه شما گفتیم نمیشه نفهمیدن. آقای عمرانیان نمیشه، آقای عمرانیان جواب سوالتون منفی بود، نمیدونم میفهمی یا نه. الان صدا میاد؟ الان بخواهی دیدی؟ بله ممنون دیگه. بله من خب عرض به حضورتون که اینجا گفته که اینا رو مقایسه کنی، گفته اگه خواستیم میتونیم دو طرف هم به توان دو برسونیم تا رادیکاله از بین بره. خب ما اول هم این کار میکنیم، این میشه 47 چهارم، این هم میشه 100 نهم. حالا طرف این وسطه میکنیم 47 ضرب در 9 4 ضرب در 100 میشه 400 و چند 23 میشه 400. خب معلومه این بزرگتره دیگه،
و در نتیجه رادیکال 47 دوم بزرگتر میشه از 10 سوم. اما بعدیش اینو همینجا میتونیم ما طرفی بسته کنیم، اصلا دیگه هیچ کاری نداره. 13 ضرب در ذات به اعشاری هم میشد تبدیل کنیم، 3 ضرب در 9 اینجا میشه 26، اینم میشه 27. خب این بزرگتره، پس یعنی در نتیجه میشه 13 سوم کوچکتر است از 9 دوم. اما بعدیش میگه که به توان 2 میرسونیم، این میشه 13 نهم، اون یکی میشه 5 چهارم. طرف این وسطه این میکنیم، 4 ضرب در 13 اینم میشه 5 ضرب در 9، این میشه 52، این میشه 45، بزرگتر از اینه. پس یعنی رادیکال 13 سوم میشه بزرگتر از رادیکال 5 دوم. فهمیدن آقایون؟ این سوال با سوال بسیار ساده‌ای بود، نمونش هم حل کردیم. میگه اشتراک مجموعه های زیرا روی محور نمایش دهیم. خب یه دونه محور میکشیم، خب اینجا گفته که آ بین منهای 1 و رادیکال 7، رادیکال 7 یعنی 2 و 3 دهم، اینجا ها میشه تقریبا این رادیکال 7، اینم آ خودشو داره و بین منهای 1، اینم منهای 1، اینو به این وصل میکنیم، توی دایرهش هم خالیه واسه منهای 1. اما برای ب بین 1 و 10، بین 1 و 10 این 1 اینا رادیکال 10 میشه، رادیکال 10 میشه 3 و 1 دهم، اینجا میشه مساوی هم گذاشته، یعنی توی دایره باید پر بشه. خب حالا میگه اشتراک این دوتا، اونجایی که هر دوتایشون قبول دارن اشتراکشون، حالا ببینیم کجا میشه. از اینجا میشه بچه، خود رادیکال 7 هستش ولی 1 نیست، میگیم آ اشتراک ب میشود x، به طوری که x عضو آ و x بین رادیکال 10 و 1. اینم از این گفته قدر مطلق اینا رو بنویسیم، باز این خیلی ساده است. قدر مطلق یعنی که مقدار مثبت عدد یا عدد بدون علامت، اگر مثبت باشه خودشو می‌نویسیم، اگر منفی شد قرینش، یعنی الان می شود یک به اضافه آدو چون منفی هم مثبتش می‌کنیم. اینجا جفتشون مثبت هم خودشونو می‌نویسیم. و بعدی کسر اولی کوچکتر از واحد منهای یک میشه، پس منفی میشه، ما قرینش می‌کنیم، یک منهای 1 به اضافه آ2 روی 2 به اضافه آ2. بعدی 3 پنجم به توان 100، ما میدونیم اعداد کوچکتر از 1 هرچی به توان برسن کوچکتر میشن، اعداد کوچکتر از 1 هرچی به توان برسن کوچکتر میشن، پس این منفیه، قرینش میکنیم میشه 1 منهای 3 پنجم به توان 100. بعدیش رادیکال 5 منهای 3، 3 یعنی رادیکال 9، پس منفی میشه، می نویسیمش 3 منهای رادیکال 5. اما رادیکال 145 منهای 11، 11 یعنی چی؟ رادیکال 121، پس این حاصلش مثبت میشه، 145 منهای 11. خب جا بفرمی سریع، مثلا همون سومیه چرا گفتیم یک منها، چرا یک به اضافه نه؟ قرینش کردیم دیگه. باشه، یعنی کسر اومد، یعنی آقا یعنی یک منفی مثبت شد، سه پنجمش منفی شد، کسر هم منفی
آره دیگه 28 باز همونطوره. 5 رادیکال 2 یعنی که زنگتون خورد. این میشه رادیکال 50 چیه؟ 11 ساعت یه رو داریم؟ من دارم تونت حل میکنم، فکر میکنم که نیمه. خب پنجو میتونیم ببریم تو رادیکال، به توان 2 میرسونیم، در این ضرب میکنیم میشه رادیکال 50، اینم میشه رادیکال 49. خب پس مثبته، یعنی خودش میاد بیرون. 5 رادیکال 2 منهای 7. اینجا این 6 رو میکنیم میشه رادیکال 36. این 3 هم میشه به توان 2 9، در اون ضرب میشه میشه رادیکال 27. پس بازم مثبت میشه، یعنی میشه 6 منهای 3 رادیکال 3. 2 رادیکال 10، 2 رو ببریم تو رادیکال میشه رادیکال 40. 3 رو ببریم تو این رادیکال میشه 9، میشه رادیکال 45. خب اینجا میبینیم که منفی میشه. وقتی منفی میشه قرینه‌شون میکنیم یا جاشون رو عوض میکنیم. آقای شیخ انصاری و اما این یکی اینجا دوتایی نیست، سه‌تایی، یه خورده ظاهری سخته. عدد رو بریم تو رادیکال، این میشه رادیکال 80. 3 به توان 2 میشه 9، ضرب در این میشه 108 به اضافه 1. خب اینجوری هم نمیتونیم بفهمیم، یه مقدار تقریبی پیدا میکنیم. این میشه 8 ممیز 9، این میشه 10 ممیز 3، این هم میشه 1. اگر مثبتاشو با هم جمع کنیم میشه 9 ممیز 9، یا حالا مثلا 10، 10 منهای 10 ممیز 3 منفی میشه. پس حالا چون این حاصلش منفیه قرینه میشه، میشه منهای 2 رادیکال 20 مثبت 3 رادیکال 12 و منهای 1. اگر سوالی هست بفرمایید من توضیح بدم. خب اما میگه چرا عبارات زیر به ازای هیچ عددی برای آب برقرار آبه برقرار نیست؟ ما میدونیم این طرف رابطه همواره چیه بچه ها؟ همواره نامنفیه، نامنفی آفرین، یعنی که بزرگتر یا مساوی صفر. این همواره اینجوریه. اما طرف چپش از قیافش معلومه که همواره چی میشه بچه ها؟ کوچیکتر یا مساوی صفر میشه، درسته؟ این کوچیکتر مساوی صفره، اون بزرگتر مساوی صفر. تازه این مساوی صفر هم نمیشه این بریه چون یک داره. این همواره کوچیکتر از صفره، پس هیچ اشتراکی هم ندارن. پس هیچ وقت همچین چیزی درست هست؟ میگیم چون طرف چپ رابطه همواره نامنفی و طرف راست همواره منفی است، پس این روابط به ازای هیچ مقدار آ و ب برقرار نمی باشد. هر که بخواد بنویسه بنویسه. نوشتم. خب بچه ما تو کلاس های دیگه هم تا اینجا رسیدیم حل کنیم، یعنی تا سوال سی. البته چون تو اون کلاس ها تعداد بیشتر بود یه سوال هایی هم میپرسیدم، یه خورده وقت بیشتر گرفته میشد. حالا اگر سوالی دارین در خدمت رو هستیم. بچه های تو خونه هم میتونه اگر سوالی دارن میتونن بپرسن. اگر راجع به هر کدوم از سوالا سوالی داریم میتونیم بپرسیم. جان من فقط سوال 25 قسمت 3 یعنی
و سوال ما میشه 25 اون سوالی که به اضافه یک داشت دو قدر اون تر بود اینو میفرمایی؟ نه این 25 هم 25 شما نه 25 ما همون که تو قدر مرتب بود گفته بود دو اینجا 27 نه نه پانی اینجا بله بله خب کدوم سوالش؟ خب تک اومدیم مقدار تقریبیش رو حساب کردیم بله. یعنی رادیکال 80 شد رادیکال 80 شد 8 ممیز 9 بعد اون یکی 108 تقریبا میشه 10 ممیز 3 آره دیگه بعد اون یکی هم که میشه 1 حالا گفتیم اگر این دوتا مقدار مثبت رو با هم جمع کنیم بازم منفی بیشتر میشه پس این حاصلش منفی میشه و چون منفی شد اومده این قرینه شده بچه هایی تو خونه سوالی ندارن بچه ها آقایون تو منزل اگر سوالی دارن لطفا بفرمایید خب آقای شکاریان داری می نویسی اینقدر طولانیه یا نه؟ خب آقایون خسته نباشی تکلیفتون آقای حسین خانی بهتون اعلام میکنم فعلا خداحافظ شما خسته نباشی دیگه زمان و امور دست آقای حسین خانی بس بس آقای حسین خانی شما میگم از سوال اضافه کنید شما هم همینجوریه در کامیداری نه اتفاقا من خیلی موافق نیستم من یعنی اینقدر با تکلیف بدم که برسم حل کنم الان که عقبی به خاطر این حرصایی که آقای حسین خانی میزنه هی زیاد میگه هی آره نه من تکلیفی میگم که برسم حل کنم همیشه به اندازه حل کردنم هم تکلیف میگم اون وقت که من میرسم این جلسه حل کنم بچه هم دیگه خوب میزه یه جلسه بنویسه بعضی وقتا من زیادشی تو جلسه همون نمیشه بعضی وقتا من کم میشه نه نه سعی میکنم